این مدیریت شد. بحث بعدی بحث بازار. ببینید بازار یه مفهوم بسیار گسترده است. چه قسمتیش دست ماست؟ ما مسئول لبنیات نیستیم. برنج، مرغ، تخم مرغ، گوشت، اینها به عهده جهاد کشاورزیه. در کالاهایی که در زیر مجموعه زده صنعت معدن تجارت بوده، خوشبختانه به لطف خدا اتفاقات بسیار خوبی افتاده. من چند تا عدد میگم، چیزا عرض کردم، فولاد عرض کردم. در مورد سیمان، من دقیقاً پشت همین تریبون در شهریور 1400 در پشت همین تریبون گفتم که قیمت سیمان باید کاهش پیدا کنه. خیلی‌ها با من خورده گرفتن، گفتن آقای فاطمی تو ایران زندگی نمی‌کنه، نمی‌دونه وقتی چیزی رفت بالا پایین نمیاد. حدود یک ماه طول کشید قیمت سیمان اومد روی 50000 تومان و الان 48000 تومانه. قیمت سیمان در بورس کالا 35000 تومانه. مدت‌ها همینه، چندین با همین قیمت مونده و ثابت مونده. اما این 35000 تومان ارزش افزوده نداره، هم نداره. قیمت 49.50 معقوله رو قیمت بورس که بعد روش ارزش افزوده میخوره و هزینه حمل میخوره. در حوزه تراکتور امسال 50% تولید تراکتور نسبت به سال پیش افزایش پیدا کرده. این باعث شده قیمت تراکتور در بعضی از مدل‌ها مثل مدل 100 اسبش 100 میلیون تومان کاهش پیدا کنه. این یعنی تنظیم بازار. ما بازار رو با تولید با عرضه مناسب باید تنظیم بکنیم، نه با بگیر و ببند، نه با کار تعزیرات. تعزیرات رو بگیر و ببند موقعی که دیگه عرضه تقاضا شکاف زیادی داره. ما در وزارت صنعت معدن تجارت تمرکز بر اصلاح ساختارها داریم. قیمت ماشینات معدنی علارغم افزایش قیمت ارز ثابت مونده. اینا یعنی شینه تنظیم بازار. من یک شاخصی وجود داره به اسم شاخص تورم تولید کننده، اینو مرکز آمار اندازه‌گیری میکنه. تورم تولید کننده هر چقدر بالا باشه و یا کاهش پیدا بکنه، 3-4 ماه بعد تورم مصرف کننده کاهش پیدا میکنه. با مسئول تورم تولید کننده ایم، نه تورم مصرف کننده، بخش کوچیکش به عهده ماست. در تورم تولید کننده، تورم کل در تابستان سال گذشته از 58.9 رسیده به 49%، حدود 10% کاهش. این تورم کل تولید کننده است. تورم صنعت در تابستان گذشته از 62% در بهار امسال به 46%، حدود 20% کاهش. تورم بخش معدن از 100% در تابستان سال گذشته رسیده به 27% در بهار امسال. این عملکرد نیست، این عملکرد همه فعالان بخش صنعت معدن تجارته، نه عملکرد ما در وزارت صنعت معدن تجارت.